خوش آمدین به ادامه برنامه اسراریوا. جناب استاد نصیر احمد ایوبی، استاد پانتون در این بخش برنامه مهمان ما هستند و میخواییم درباره حسد صحبت داشته باشیم با جناب استاد. این که حسد چیست و حسود کیست، چه عواملی باعث به وجود آمدن حسد در بین جامعه، خانواده و در کل در بین یک مملکت و جامعه کوچک و بزرگ میشه چیست؟ جناب استاد صحبت های بسیار خوبی خواهند داشت، میشنویم، با ما همراه باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه، وقت شما بخیر. تشکر. من عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان بیننده که در هر جای هستن. امیدواریم که انشالله بتانیم موضوعی که ارائه کردین شما و گفتین حق از او ادا کنیم و الله جل جلاله ما از هم چون مرض مالکی که هست و حسد می باشه در امان و افس خود نگاه داره. دقیقا، بسیار تشکر. به خاطری که موضوع روشن‌تر بشه و بیننده های عزیز بدانند که موضوع در ارتباط به چیست، می خواهیم یک تعریفی از حسد داشته باشین. حسد چیست؟ بله، الحمدلله رب العالمین و عاقبت المتقین و صلاة و السلام على رسول الله محمد الامین و على آله و اصحابه اجمعین. الله جل جلاله او محبت و دوستی خالص در بین مؤمنین و مسلمانان جهت نزدیکی و قرب به الله پای گذاری کرده، یعنی اساس قرار داده، و کسانی که به جهت از او با یک دیگر دوست و محب و مشفق میشن، الله جل جلاله در زیر سایه عرش خود قرار میده روز قیامت، روزی که هیچ سایه‌ای به غیر سایه عرش الهی نباشه. و همین گونه اسلام زمانی که آمده کوشش کرده که این محبت و دوستی و صمیمیت در بین مسلمان‌ها حفظ کنه، نگه داره و به جهت حفظ آبرو و حفظ نفس و جان و مال مسلمان و ای که کوچکترین صدمه‌ای وارد نشه از طرف یک مسلمان دیگه به او قواعدی گذاشته. اما بعضی از نفس هایی هستن که متاسفانه در لجنزارهای مختلف فساد گرفتار شدن یا غرق شدن یا در رو به حساب شناور شدن، اینها از جمله کسانی هستن که این صفت زشت و ناروای حسد در اونها به نوعی در حال به حساب بگیم که رشد و باروری هسته و همی ترتیب به حساب نتیجه حسد باعث از این میشه که ثمرات بسیار زشت و ناروای و پلیدی از جمله ممکنه شخص به غیبت و سخنچینی و تهمت زدن بکشانه و ممکنه به حساب باعث مسخره کردن دیگران قرار بده. و طبعا هیچ مجتمعی، هیچ جامعه از جامعه انسانی به خصوص جامعه اسلامی که ما هم در روی هستیم از همچون به حساب نفسهای مریضی خالی نمیتونه باشه. به این اساس بر یک از ما مسلمان ها به خصوص کسانی که در راه دعوت اسلامی و اصلاح خود و دیگران میخوان گام بردارن، خصوص جوانان ما چی قشر ذکور هستن چی قشر اوناست، بر اونها ضروره که همچون امراض قلبی و درونی و نفسانی آگاهی پیدا کنن و خود از این دور نگه دارن تا ای که به حساب بتانن به الله خود نزدیکتر بشن. از معنای حسد پرسیدین که حسد چی معنا داره. ما اگه به حساب نگاه کنیم، حسد یعنی آرزوی زوال یا از بین رفتن یا محو شدن یک نعمتی که الله به کسی داده. بله. این حسد میدن، یعنی کسی به حساب خواسته باشه، حسود یعنی کسی که این آرزو میکنه اون حسود میگن. و حسد هم صفت زشت درونی هست یا قلبی هست که در او پیدا میشه و عبارت هم آرزوی زوال نعمت از دیگریه. و معنی در معانی اصطلاحی حسد علما هر کدام چیزی گفتن که هر کدام به حساب از این معانی در خود حسد گنجانده شده و در خود حسد به حساب تبلور میابه. اولا این که یک شخص حسود آرزوی زوال نعمت از دیگری میکنه و دیگه ای که به حساب به قلب به حساب به حالت دیگرگونی قرار گرفتنه، به این معنا که وقتی که میبینه خدای تعالی به کسی اموال و دارایی و املاک و صحت و سلامتی و نعمت های دیگه ای که داده،
قلب به حالت پریشانی و دیگرگونی قرار میگیره، یک به حساب آرزه بسیار مهلکی در او پیدا میشه که میعصد میباشه و یا آرزو میکنه که به حساب اون نعمت الله جل جلاله از اون شخصی که داده به نوعی از بین بره یا زوال پیدا کنه و از دست بده. و حسد هم چنین گفته شده که یک احساس درونی هست که به حساب از نیک پنداشتن نعمت به دیگری است. یعنی نعمتی که الله به کسی داده او نیک میپنداره و همه نعمتی که نیک میپنداره و میبینه که نعمت خوبی هست به خاطر از اینکه تحمل از این نعمت نداره، از اینکه به حساب در او باشه، بنابراین آرزو میکنه که به حساب این نعمت در او نباشه. و به حساب و اگر این شخص آرزو کنه به این معنا که این نعمت در او باشه و الله جلاله مثل از او هم به ای بده، این میگن غبطه و در این مشکل نیست. اما مشکل زمانی پیدا میشه که این آرزو میکنه که همون نعمت الله جل جلاله به او نده و او نعمت از او بگیره و بدون از اینکه به حساب به ای هم اون نعمت بده و بلکه به حساب نعمت او نداشته باشه. این میگن از نگاه لغوی و اصطلاحی حسد. بله دقیقا. آیا این حسدی که شما تعریف کردین جناب استاد انواع متفاوتی داره یا خیر همون قسمی که در تعریف گفته شد فقط همون یک روالر داره؟ بله، همونطور که پیشتر اشاره کردیم و گفتیم که حسد در حقیقت از نگاه به حساب معنا و لغوی یک نومه باشه. بله. اما از نگاه مجازی به حساب دو نوع هسته. یکی ای که انسان بد میبره و به حساب از اینکه شخصی دارای نعمته متنرد و نعمتی که میخواه باشه، حالا به حساب نعمت مادی هست یا نعمت معنوی فرق نمیکنه، این بد میبره و آرزو میکنه که این نعمت او شخص نداشته باشه. این حسد ناپسنده و مذمومه و شرعا درست نیسته. و این که به حساب شخص در شخصی میبینه که نعمت داره و خوشی نمیه از اون نعمت بدون از اینکه آرزوی زوال نعمت از او بکنه و آرزو میکنه که بهتر از او اون نعمت خدای تعالی به ای بده یا مثل از او نعمت بده بدون از اینکه آرزوی زوال نعمت بکنه. و این میگن غبطه، که به حساب گفتیم که غبطه به اینکه شخص آرزو بکنه که الله جل جلاله مثل او نعمتی که او شخص قابل داره به او بده، در این کدام مشکل نیه. و چرا که در حدیث هم آماده و در حدیث روایت شده پیامبر صلی الله علیه و آله به این موضوع اشاره کردن که به حساب حسد در موردی به غبطه به حساب استفاده کردن که در این مورد مش پس حسد دو نوع، یکی به حساب آرزوی زوال نعمت به صورت کلی که مذموم و ناپسنده و یک دیومی که بدون از اینکه آرزوی زوال نعمت بکنه آرزو میکنه همچون نعمتهایی که شخص داره به اون هم الله جل جلاله عنایت کنه. بله دقیقا. اصلا اسباب به وجود آمدن حسد در چه چیزی فراهم میکنه؟ چه عواملی باعث به وجود آمدن حسد در بین افراد، در بین جامعه و حتی در بین اجتماع کوچک کمان خانواده هست میشه؟ میشه ما به حساب به صورت کلی اگه خواسته باشیم که اسبابی که باعث ایجاد حسد میشه. بله. و حسد به وجود میاره و حساب ممکنه که در هر دو طرف وجود باشه، یکی حاسد به حساب یا حسوده. بله. یکی که مورد شخصی که مورد حسد قرار میگیره، یعنی این دو هر دو تا به حساب باید بررسی کنیم. مورد اول که هسته به حساب از طرف حسود، از سبب اولی که خواسته باشیم از طرف حسود بگیم که چی سببی میتونه در او به حساب وجودش باشه که حسد بورزه نسبت به شخصی که دارای نعمت. دشمنی، کینه، عداوت، بغض، خشونت، اینها از طرف شخصیه که نسبت به دیگری حسد می‌ورزه یا اینکه ما به حساب میگیم حسود. بله. این از طرف حسوده و حسود به حساب وقتی که با کسی دشمنی داشته باشه، نسبت به از او کینه داشته باشه و از او بد ببره، یعنی بدبوری داشته باشه. بله. این باعث از این میشه که به حساب نسبت به شخص طرف مقابل خود حسد ببرزه و آرزوی زوال نعمت از او بکنه که الله جل جلاله ما را از همچون صفتی به دور نگاه داره. و خود برتربینی. بله. خود برتربینی شخص و یا عزت نفس به خود دادن که یه مثلا حسوده، یعنی حسود زمان کسی که به حساب حسد میبرزه که حسود گفته میشه، اگر به حساب در خود نسبت به دیگری
برتر ببینه. چرا این نعمت ای داره من چی که میدارم و من ندارم؟ چرا به حساب این منصب و مقام داره من ندارم؟ و این باعث میشه که نسبت به طرف مقابل خود حسد بورزه و طبعا این صفت مذموم و ناپسندیه. و دوست داشتن مقام و پست و جا و به حساب جایگاه و جای که شخص مقابل در اونجا قرار داره و این هم مثلا طرف حسوده. و اگر که در شخصی همچون صفت زشت و ناپسند و بود که به حساب دید، یعنی نمیتونه چشم از اون نمیشه گفته مردم که به حساب بگیم که طرف مقابل ببینه، و این هم از طرف حسوده. و همین گونه که در شخص حسود به حساب این اسباب وجود داره، اسباب هم است که در شخصی که مورد حسد قرار میگیره که یا اون محسود میگن به زبان عربی، در اون هم به حساب اسبابی هست که باعث میشه که دیگرها به او حسد بورزن. یعنی پس به حساب دو طرفه است، خود به حساب حسد و بخل ورزی و اینا که هسته دو طرفه است که به حساب باعث از این میشه که اشخاص نسبت به یک دیگر حسد بورزن و نیاز داره که هر دو طرف باید به علاج خود اقدام کنند. اولی که اگر شخص بسیار خودخواه بود، کبر و غرور داشت، بله، و این هم به حساب باعث عادی میشه که دیگرها، چون که دیگرها تحقیر میکنه، استهزا میکنه، اهمیت ارزش قائل نمیشه، دیگرها آرزو میکنن که ای کاش همین نعمت ای نداشته باشه، کمی کبر و غرور و خودخواهی از او دور بشه. دقیقا. و همچنین به حساب زمانی که در شخص انواع الله جلجلو انواع و اقسام نعمت ها رو میده، این نعمت ها در راه های بیجا مصرف میکنه، اسراف میکنه، تبذیر میکنه و به حساب به راه های بیهوده خرج میکنه و دیگرها آرزو میکنن که کاش این مال نمیدش که در جاهای بیهوده مصرف میکرد، آرزوی زوال نعمت ازو میکنن. و همچنین به حساب سرکشی زیاد، شخص بسیار سرکشه، بقاوتگره نسبت به جامعه، نسبت به خود، نسبت به دیگران و نسبت به بندگان الله، و این سبب به حساب از طرف شخصی که به او نسبت به او حسد ورزیده شده، طبعا دیگران میگن که ای کاش این شخص همچون دارایی‌ها و نعمت‌ها نمیدش که حسابی بیایه و چون این کارهایی بکنه، سرکشی کنه، دیگران به حساب هر زبان درازی کنه، بر دیگران تجاوز کنه. و همچنین بسیار مهم که هسته و که هر دو طرف هم حسود و هم کسی که مورد حسد قرار گرفته، اینه که نزدیکی و قرب افراد به یکدیگر، مثلا در یک وظیفه، بله، یک وظیفه مثلا همکارا هستن، دقیقاً در اداره نسبت به یکدیگر چی دارن، به سو حسادت دارن، خواهر و برادر هستن یا خواهرها هستن یا برادرها هستن در جامعه خانه، به حساب نسبت به دیگر حسادت نمیزن، البته به عواملی هست که یه حسادت وجود میاره. یا ای که مثلا یک شخص ممکنه که چندین همسر داشته باشه، همسران از او با یک دیگر حسادت نمیزن، چون که نمیشه با یک دیگر هم، چرا که همون طبیعته که هرچی دو چیز که نزدیکتر به هم باشن استحقاق هم بیشتر وجود میاره، برخورد هم بیشتر وجود میاره. و این هم به حساب جمله به حساب اسباب حسادت هست که باعث عظیم میشه که حسادت در جامعه و در بین مردم به وجود بیاید، رشد کنه و به حساب عواقب بدی به وجود بیاید. دقیقاً. حکم حسادت در دین مبین اسلام چیست جناب استاد؟ در این باره چه چیزی گفته شده؟ بله، اگه ما نگاه کنیم حسد در دین حرام، کاملا ناروای، ناجایز و مطلقاً جایگاهی نداره. دین ما دین پاکیه، بیشتر در مقدمه گفتیم که به حساب الله جل جلو محبت خالص میخواد در بین مؤمنین باشه. وقتی که حسد به وجود آمد دیگه محبت ها از بین میره، بنابراین این منافی هست با به حساب دستورای دینی، دستاتیر دینی که ما داریم. به این اساس حسد حرامه، ناجایزه. ما سوری هم داریم، سوری فلق در قرآن کریم، سوری ناس، که از این صفات مذموم انسان به الله باید پناه ببره و دور کنه. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی منع میکنن مسلمانان از این که نسبت به یکدیگر حسد داشته باشن، میفرمایند که لا تباغضوا، با یکدیگر بغض و کینه و عداوت و دشمنی نورزین، ولا تحاسدوا، با یکدیگر حسد نورزین، حسود نباشین، ولا تدابروا، پشت به یکدیگر نکنین، از یکدیگر قهر نشین، بله، به یکدیگر به حساب
محبت و صفا اینا بین شما باشه، دوستی و صمیمیت، و نباید که به یکدیگر پشت کنین. و کونو عباد الله اخوانا و حساب بندگان الله باشین که در راه الله با یکدیگر برادر می باشن. یعنی این صفات زشت و مذمومی که گفتیم، بخصوص حسد، این صفت بسیار ناروا و پلیدیه که همی امراض وجود میاره، بغض و کینه و عداوت و پشت به یکدیگر کردن و کنار گذاشتن و عدم همکاری با یکدیگر. ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. و برای هیچ مسلمانی، چی زن چی مرد، جایز نیه، به هیچ عنوان جایز نیه که برادر خور یا خواهر خور بیشتر از 3 روز به حساب احوالگیر از اون باشه، یا سلامی به اون نکنه، یا به حساب نام احوال از اون پرسان نکنه. و این برای انسان مسلمان جایز نیست. چون اگه اصلا دو وجود آماد و بس بطبعا بغض و کینه و عداوت و پشت کردن به یکدیگر بینه، باعث دوری میشه. پس اسلام دین محبت، دین صلح و صفای، دین دوستی و صمیمیت، دین نزدیکی به یکدیگره، و نمیخواد که کوچکترین موضوعی به خصوص باید حسد باشه یا صفت زشت و زمیمه دیگه باشه که به حساب مسلمان ها را از یکدیگر دور بسازه. و طبعا حرامه، نارواه، ناجایزه، و انسان باید به علاج از او اگه داشته باشه بپردازه. دقیقا، سپاسگزاریم از شما جناب استاد. مطمئنن موارد بسیار زیادی باقی مانده که انشالله ادامه این مبحث در هفته ای آینده با شما خواهیم داشت، در ارتباط با آثار که فرد حسود در جامعه میتونه داشته باشه و همچنان راه های درمان و یا علاج حسادت در جامعه، در هفته ای آینده مفصلتر انشالله صحبت خواهیم کرد. انشالله اگه زندگی باقی بود و با شما خواهیم بود، و این موضوع انشالله بیشتر واکاوی میکنند و تا ای که بینندگان عزیز ما بیشتر بهره ببرند. سپاسگزاریم از شما. و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. برنامه ادامه داره، همچنان بیننده باشید.